سومین روز از 42 جشنواره فیلم فجر با صبح اعدام روشن شد. این فیلم با مضمون اجتماعی و سیاسی توسط بهروز افخمی نوشته و کارگردانی شده. بهروز افخمی حدود 20 سال قبل، یعنی 11 آبان 1342، گزارش تیرباران دو نفر رو در روزنامه کیهان میبینه و کپی اون رو نزد خودش نگه میداره با این انگیزه که یک روز بالاخره فیلمشون رو میسازه. افخمی موفق شد در 42 جشنواره فیلم فجر دو ساعت قبل از اعدام طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی رو به تصویر بکشه. چه که در فیلم از داستان طیب حاج رضایی و آقای اسماعیل رضایی که از در واقع مبارزین و از یاران امام بودن در این فیلم رو دیدیم، بیشتر به یک روایت مستند در واقع تاریخی نزدیک بود تا یک روایت در واقع دراماتیزه شده. ما تعلیقی در فیلم نمی‌بینیم، سعی شده که جزئیات این تاریخ بیاد، گرچه خب بازی ها، صحنه پردازی ها یا لحظاتی رو ما، لحظات احساسی خوبی رو در فیلم داشتیم، اما من تعجب میکنم، البته استاد افخمی استاد خود بندم بودم، من دست بس میدم خدمت ایشون، اما واقعا انتظارم این بود که کار به لحاظ دراماتیک تر، یعنی یک روایت تاریخی تبدیل بشه به یک روایت دراماتیک برای مخاطب جذابیت داشته باشه. به لحاظ یک روایت تاریخی کار خوب و مناسبی بود، اما اون انتظارات با جای خودش هستن. حالا هوای خاصی داشت و میپرداخت در واقع به لحظات پایانی زندگی طیب حاج رضایی و به نظر من از زاویه در واقع خاصی این موضوع داشت مطرح میشد و یک کار متفاوت و جدیدی بود، اگرچه فکر میکنم که ایراداتی هم داشت حالا به زعم من، و اون این بودش که یه مقداری این متریال لازمی که برای یه فیلم بلند شاید لازم باشه در واقع وجود داشته باشه به نوعی توی این فیلم کم بود و باعث شده بود خب به هر حال فیلمساز یه جاهایی از در واقع موسیقی استفاده بکنه و سعی بکنه که حالا به هر حال اون تایم به نوعی پر بشه. در مجموع فیلم به نظر من متوسطی بود و اینکه یک گزارش در واقع روزنامه‌ای رو حالا آقای افخمی سعی کرده بود بیان تصویری ازش ارائه بده تا حدی جالب توجه بود، ولی میتونست حالا به نظر من با اضافه کردن یه سری اتفاقات دراماتیک بیشتر جذابیت بیشتری ایجاد بکنه در فیلم. نشست خبری این فیلم به دلیل آغاز مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن سریع‌تر برگزار شد.